smetana na nějakým empozuze čahorumi u tibiš mohy 1401 hast جلسه 16 درس روش عناصر محدود هست که در خدمت عزیزان هستیم. شاید تناسب داشته باشه که یک خلاصه ای از مطالبی که توی این جلسات گذشته خدمت عزیزان عرضه شده رو بازخوانی کنیم، بازنویسی کنیم و بعد سوال جدید تولید کنیم و آموزش و یادگیری رو مبتنی بر طرح سوال جدید پی بگیریم. توصیه و سفارشی که به عزیزان مخاطب چه دوستانی که مستقیم در خدمتشون هستیم و چه عزیزانی که بالقوه یا بالفعل در آینده این مطالب رو دنبال میکنن این هست که اگر شنچه میخوان یادگیری کنگ پیدا کنه، اگر شنچه میخوان در ذهنشون مطلب ملکه بشه، سعی کنن که آموزش و یادگیری رو در یک چارچوب علت و معلول کازن افکت قرار بدن و در مواجهه با هر مطلبی یک سوال رو مطرح کنن که چرا این مطلب و چرا الان و موقعیت مکانی و موقعیت زمانی و چند نکته دیگه به چه صورت قابل پاسخه. اگر یادتون باشه ما ابتدا و ساکن اینجور شروع کردیم، گفتیم ما در علوم مختلف 5 نوع معادله داریم: معادلات جبری، ODE، PDE، IE، ترکیبی. برای فرایندها و مسائل فیزیکی که معادله حاکم برشون جبری بود، تجویز ما در یک اپروچ بود، اگر نگاهمون نگاه فنتلمیکی باشه، که خب هم تو شبکه آب، هم تو شبکه برق، هم تو شبکه خرها و هم تو شبکه انتقال حرارت به مصادیقی اشاره کردیم که معادله حاکم برشون جبری بودن. حالا این معادلات جبری اگر خطی بودن الان بهش برخورد کردیم، اگر غیر خطی بودن مثلا شبکه توزیع آب که به طور کلی معادله حاکم ما خطی نیست، با فرض لامینار فرض کردن جریان خطی میشه. اگر جریان طول بلند باشه که حتماً هست، حتماً عدد لینورز بیشتر از 4000 هست، در اون صورت معادلات ما غیر خطی میشن که قول دادیم که انشاءالله بخشی از مطالب کورس هم به معادلات غیر خطی هم جبری، ODE، PDE بپردازیم. بعد وارد معادلات ODE شدیم، گفتیم فرض میکنیم که یه مسئله فیزیکی داریم مثل بیمان الاستیک فاندیشن یا یک تیر سمتی ساپورت که در هر دو طرف یک لنگر متمرکز بهش وارد میشه و رسالت ما این هست که بیایم برای این جیومتری، برای این متریال پروپرتی، برای این لودینگ، برای این ساپورت سیچویشن مبادلت به محاسبه دیفلکشن کنه. سوالاتی که تو ذهنمون هست و دوست داریم به این سوالات پاسخ بدیم، اولین سوالی که تو ذهنمون بود اگر چنچنگم از روش‌های تغییراتی برای حل معادلات ODE استفاده کنیم، شروع مواجهه با روش های تغییراتی چی بود برای حل معادلات ODE؟ تا آنجا که دانش حقیقی اجازه میده و این سری تکاملی رو هم خدمت عزیزان مطرح کردیم، روش های محاسباتی عمدتاً با روش ریس آغاز میشه. فرض بر این هست که
این معادله بعدی که ما داریم قابلیت تبدیل به یک انرژی نرم داره. حالا چون قسمت اعظم دانشجویان این کلاس هم سازه‌ای هستن، شاید بد نباشه تناسب داشته باشه که بعضی اوقات یه ارتباطی بین روش عناصر محدود و استراکچرال مکانیکس، مکانیک جامدات برقرار کنیم. دوستان در دروس دوره کارشناسی خصوصا در درس مواد مصادر با روش کار مجازی برای حل مسائل آشنا هستن. بعضی از این مسائلی که با روش کار مجازی قابل حل هست، میتونیم روابط حاکم بر روش کار مجازی رو تبدیل به یک انرژی نرم بکنیم. حالا براتون بسیار ارزشمنده که یه پروجکشن داشته باشید، یه دفعه سوال تو ذهنتون شکل بگیره، بگید خب اگر شما نتوانیم روش کار مجازی رو تبدیل به انرژی نرم بکنیم، تکلیف انترمنت چی میشه؟ انرژی نورم که میگیم یعنی کوادراتیک فانکشنال، یعنی استرنگ انرژی. برای دوستان که تو ساز هستن، این رابطه EID 2 FIBDX سونسایم 0 یا MLDZ فانکشنال X رو ما تعبیر استرنگ فورم ازش داشتیم و بعد شروع کردیم، گفتیم میتونیم با یک تمهیداتی این استرانگ فرم رو تبدیل به وریشنال فرمولیشن کنیم، یعنی بریم یک کنشمند از توش در بیاریم، یعنی بگیم این آی از فانکشن آف ای فانکشن که فی ایکس باشه به چه صورت قابل بیان هست رو کل دامنه ماسواتی. اگر چنانچه به آموزه های سازهیتون توی خصوصا درس های پایداری و اسلاستیسیته و اینهایتی داشته باشید، به این آی از فانکشن آف وی ایکس استرنگ انرژی هم میگه، انرژی کرنشی. آقای آبدینی یه مرجعی دارید یه مقداری بیشتر بریم و این وقت بذاریم؟ سرکان خانم غلامی یه ایمیل زدن، تو این ایمیل اشاره داشتن به اینکه آیا برای اینکه مقداری ما خودی نشون بدیم تمام مؤلفه های ارزشیابی رو روی امتحان میان ترم و فاینال نذاریم، آیا گزینه دیگری هم وجود داره که ما بتونیم با توسط اون گزینه ها این مقداری آرامش خاطر به خودمون بدیم که سر جلسه که عمل کردیم خیلی جالب نیست، بتونیم با این مطالعه مستقل حل و فصل کنیم؟ بله وجود داره، منتها هر کدومش اگه بخواید وارد بشید، سوالی که من دارم هر کدومش یک مسترس هست. اگه آماده ای نزدیک بشید، اگر نه و همین وضعی که موجود هست قناعت بکنید. خیلی از سوالاتی که اینجا مطرح می کنم بعضا میتونه در چارچوب یک مطالعه مستقل هم مورد توجه عزیزان قرار بگیره که بتونن این مقداری مؤلفه‌های ارزشیابی رو تعریف کنم. من چرا پاسخ به خانم مهندس رو ندادم و اینجا دادم؟ برای همه اکسپوز بشن به این تحول، به این سیاست و بگن بسیار خوب آقای آبدینی، موضوعی که داری سوال فاقد پاسخ چیه که ما بریم روی سوال فکر کنیم ببینیم میتونیم از پسش بر بیام یا نه. متد آف ویتد رزیدوال که مبحث بعدی ما هست و عملا تو متد آف ویتد رزیدوال عقبه فکری، پس ذهن ما این هست که استرنگ فرم ما قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشن نیست. میتونیم تعبیر ویرچوال ورک ازش داشته باشیم ولی نمیتونیم انرژی نرم از توش در بیاریم. انرژی نورم، استرین انرژی یعنی وریشنال فرمولیشن، ویرچوال ورک یعنی متد آف ویتد رزیدوال. بعضی از معادلات دیفرانسیلی
قابلیت تبدیل به variational formation ندارن ولی کماکان قابلیت هر تبسط من element رو خواهند داشت. همطور که شما میدونید که یکی از روش‌های کلاسیک برای حل مسائل متوسازه روش کاستیگلیانو هست. روش کاستیگلیانو مبتنی بر کار مجازی و مفاهیمی از این سنف هست که خب بطن دوستان اگر چنچه علاقه من باشن بهترین مرجع برای پرداختن به این مطلب همین کتاب ورژن جدید آقای پوکوف هست که روی استنس آف متریال نوشته شده. البته چون شما ساز هستید با بچه های سازم بیشتر در تماس هستید میتونید در رابطه با این انرژی نور ویژوال ورک و غیر و زالک هم مراجع بهتری هم از عزیزان گرایش سازه دریافت کنید. این دانش و آگاهی بنده برمیگرده به دورانی که هنوز به قول معروف تغییر فاز نداده بودم که از سازه برم توها. اون موقع تحصیلات کارشناسی اومدن مشترک همه ما رشتمون عمران هست و بعد که وارد یه عرصه دیگری میشیم یواش یواش از اون فیلد اصلی دو میشیم جده میشیم. پس تو ذهنتون باشه یه سال اگر استرانفورد دیفرنشال فرمولیشن قابل تبدیل به وریشنال فرمولیشن نبود چه باید کرد؟ یه سوالی هست که ذهنتون رو به خودش مشغول میکنه و هم تو بپردارونش سوهان مورتون باشه تا ببینید چه پاسخی داره. چرا من این رو با یک شفافیت دارم بیان میکنم؟ دانشجو بوده که فنتلمنت با ما گرفته یا نه با ما نگرفته با یکی دیگه گرفته، بعد 10 سال بعد مراجعه کرده میگه آی دکتر من واقعا متوجه نشدم چرا یه دفعه ما از وریشنال فرمولیشن بیریم به میتودا بیترس شما، واقعا متوجه نشدم. خب حیف هست که انسان البته سوال خیلی سوال به جایی هست. شاید هم شما این شاید کتاب آقای ردی رو که مطالعه میکنید این انتقادی که ما ازش داشتیم رو باز تو ذهنتون تداعی میشه که ازش انتقاد کردیم که کاش تو این کتابتون گفته بودید که ما علت اینکه از روش وریشنال فرمولیشن به روش متدابیتد رزیجوال متوسط میشیم و علت العللش این هست که معادله حاکمی ما قابلیت تبدیل به وریشنال فرمولیشن نداره و ما میخوایم با استفاده از متدابیتد رزیجوال حلش کنیم که حالا به زبان استراکچر مکانیکس یعنی میتونیم با ویژوال ورک حلش کنیم ولی نمیتونیم از روش انرژی نورم استخراج بکنیم. یادتون باشه تو روش حساب تغییرات کلپسال وریشن اگر به شما کنشمند رو داده باشن با اویل لاگراج میتونی چیکارش کنی؟ میتونی استرانفورمش کنی. یعنی کنشمند به استرانفورم میتونه تبدیل بشه ولی هر استرانفورمی به کنشمند قابلیت تبدیل نداره. کجای خودش نشون میده که قابلیت تبدیل نداره؟ اونجایی که میخوام اون کا برگ فانکشنال کا و کنشمند چه شرح بذارید. در صفحه 65 کتاب آقای ردی یادداشت بکنید، صفحه 65 کتاب آقای ردی پاراگراف دوم میگه اگر کا بگ فانکشنه دو تا شرط داشت، بگینیه بود و سیمتریک بود و جی لینیر بود، ما میتونیم با استفاده از رابطه‌ای که معرفی کرده بریم از توی استرانفورم یک وریشنال فرمولیشن بسازیم. ولی اگر چنانچه بای فانکشنال که سیمتریک بود ولی لینیر نبود باز هم میتونیم
ولی نه با این روش. دو تا رفرنس داده که خودش هم یکی از مؤلفینه. حالا خانم غلامی اینجا میتونه اول موضوع مطالعه مستقل رو استخراج کنه. اگر چنان چیز پاراگراف شماره 265 خانم مهندس بخواد عملیاتی کنه برای موقعی که هنوز میتونیم از فیز ترانسفورمینگ برای ترانسفورمیشن در بیاریم چی کار باید؟ سوال روشنه؟ نه تنها خانم مهندس غلامی بلکه هر کس دیگری که دوست داشته باشه مطالعه مستقلی انجام بده که نتیجه مطالعه مستقل بیاد بگه اگر کار این ویژگی رو داشت و چه این ویژگی رو داشت کماکان ما میتوانیم از توی این استرانفورمیک و استرانفورمیشن استفاده کنیم. البته من سعیم بر این هست که جلسه کاملی رو اختصاص بدم به قضیه واینبرگ و با استفاده از قضیه واینبرگ شروع کنم بگم به طور کلی هر استرانفورمی که ویژگی هایی که بر اساس واینبرگ داشته باشه قضیه واینبرگ داشته باشه قابلیت تبدیل به استرانفورمیشن داشته باشه که عملا این روشی هم که آقای دیدی گفته یکی از زیر شاخه قضیه واینبرگ بوده باشه. یکی از جلسات کامل به این پردازیم. دیدیم روش ریتز که 9 قدم رو باید برداریم، بعضی ها شبلی که بل نبود، بعضی ها شبلی که بل. یه مقایسه بین دیفرنشال فرمولیشن و وریشنال فرمولیشن کردیم و صرفا خانم صادقی هم شروع کرد تا بند سومشون که خون برام 8 رو حسن براش برشموردیم. حالا امروز میخوایم شروع کنیم یه مقداری از این محاسن دیفرنشال وریشنال فرمولیشن رو در مقایسه با استرانفورم بیان بکنیم که یه مقداری حق مطلب ادا بشه. البته ما این محاسن رو عمدتاً تو درس روش تغییرات خدمتتون میگفتیم، خواست اپریشن خدمتتون میگفتیم، ولی چون یه مقداری حجم درس توی درس ریاضیات عالی مهندسی زیاد شد به این موکول شد و خب میبینید هم که پیش نیاز فرانت المنت هم روش تغییراتی درس اپریشن هست. ویژگی سومی که اشاره شده برای روش عناصر محدود یا روش ریتز این هست که روش ریتز یا روش عناصر محدود قابلیت اکامودیت کردن هایلی سافیستیکیتد باندری کاندیشن رو داره. بند 3 آمدیم. حالا من همزمان میخوام بند 3 این محاسن رو با بند اگر چنانچه ورق بزنید بیارید این چند صفحه‌ای که خدمتون دادم با بند عرضم حضورتون 7 ترکیب کنم. بند 3 رو با بند 7 ترکیب بکنم و بگم منظور از هم بر مثلا مواجه همزمان بند 3 و بند 7 چی هست. بند 3 میگه variational formulation قابلیت اکامودیت کردن highly sophisticated boundary condition رو داره. بند 7 هم میگه اگر چنانچه forcing function تون ایراتیک باشه فرانتلمنت یا روش ریتز خیلی بهتر از حل معادله دیفرانسیل میتونه مورد استفاده قرار بده. این سوالی که میخوام خدمتون بدم سوال میان ترم سال 93 بده. Consider the following boundary value problem. منهای ای دوی فی به دی ایس دو به اضافه یه فی ایس
X متعلق هست به فاصله باز 0 و 1 برای این معادله، یعنی نه 0 نه 1 بلکه فاصله بین 0 و 1. و شرایط مرزی این مسئله هم دو دسته هستن، ست 1 مقدار فی در صفر صفر و مقدار فی در یک هم صفر. این ست یکه، ست دو مقدار فی پرایم در صفر به اضافه مقدار فی در صفر معادل یک و مقدار فی در یکم. من یه بار از صورت مسئله میخونم که روشن بشه چی به ما داده شده، چی از ما خواسته شده. یه سال نمونه سال امتحانی. Consider the following boundary value problem where delta در اکسپوننت های یک دوم is the Dirac delta function corresponding to a point source at x equal to 0. Is x equal to 1. Construct the approximate solution to the above boundary value problem using. حالا اینجا من میخوام یه چیز اضافه بهشون بکنم. اول با استفاده از روش ریتز این مسئله رو حل بکنیم، فی رو به دست بیاریم. بعد using finite element method with two linear line elements. پس بنابراین اگر چنانچه اینها داده های مسئله باشه، فایدمون اینه A solve phi via Ritz method. این قسمت جز سوال نیست، ولی خب چون من میخوام یه مقایسه رو بین روش ریتز روش منتلنت برقرار کنم، این رو هم گنجوندم توش که عملا ببینید با استفاده از روش ریتز چی میشه، با استفاده از روش عناصر محدود چه تفاوت هایی با اون داره. B finite element method with two line linear elements. مسئله قبلی که حل کردیم با روش ریس، حل کردیم با روش فنت الیمنت هم با دو تهرمان حل کردیم. حیاتون باشه خواهش کنم دقت بکنید، اگر چنانچه تو روش برای این مسئله که قبلا حل کردیم با روش ریس شیپ فانکشن رو آگاهانه انتخاب بکنیم از خانواده پولینومیال ها، میتونستیم جواب نانتکال چکار کنیم؟ با سوری
ویژگی جواب آنالیتیکالی که به دست آوردیم این بود هر ایکسی توش میذاشتیم بهمون جواب دقیق رو میداد. ولی موقعی که از من المنت استفاده کردیم و دو تا المان گرفتیم رفتیم در گره میانی باز آنالیتیکال سولوشن رو باز تولید کردیم، این به این معنا نیست که اگر چنانچه رفتیم یه نقطه دیگه رو انتخاب کردیم با استفاده از فنن فلمنت میتونیم جواب آنالیتیکال رو باز تولید بکنیم. و دیدید که خطا داره موقعی که شما تابع تقریبتون به خطی میگیرید، آنالیتیکال سولوشن از تابع تقریب چطور میشه؟ فاصله میگیره. حالا اینجا عملا به چند تا سوال من میخوام پاسخ بدم. اولین سوالی که میخوام بپرسم این هست که روش ریس از کجا باید شروع بکنه نگران شرایط مرزی باشه؟ روش فاینانت المنت از کجا باید نگران شرایط مرزی باشه؟ این مهمه. همین الان بهتون صراحتن میگم که روش ریس از قدم دو باید نگران شرط مرزی باشه، یعنی از قدم دو به اون طرف اینا دو چه سرنوشت هستم جدا باشه. قدم دو چی بود؟ برای ریس select approximating function over the entire domain. روش ریس موقعی که 1, 2, 3, 4, 5, 6 استپای تونوکار رو میخوایم پیاده کنیم، از قدم دو که میخوایم تابع تقریب انتخاب کنیم، این دوتا مقوله، این دوتا داده تکلیفشون جدا میشه، سرنوشتشون جدا میشه، چون همینجا هست که باید شروع بکنیم تابع تقریب انتخاب کنیم. اینجا تابع تقریب میکنیم مبتنی بر دو تا شرط مرزی نوع اوله که هر دوتا چی هستن؟ همگنه. اینجا شرط مرزی سمت چپمون از جوی نوع میسه، شرط مرزی سمت راستمون از نوع نوع اول غیر همگنه. اینجا شرط مرزی میسمون غیر همگنه، اینجا شرط مرزی نوع اولمون هم غیر همگنه. این نکته اول. خب این عملا این شرایط مرزی جورایی میخواد این تفاوت بین استرانفورم و ویک فورم رو از منظر چی؟ شرایط مرزی که توی قدم سه گفتیم ادوانتج سه، حسن سوم که روش ریس که میشه همون جزء خانواده برای استرانفورم بشه یا روش فاینانت المنت قابلیت اکاملیت کردن کامپلیکیتد باوندری کاندیشن رو داره. یه مسئله دیگری هم ما توی لحاظ کردیم توی این مسئله که مربوط به حسن هفتم میشه. حسن هفتم رو بخونید خانم مهندس. قابلیت اکاملیت کردن یعنی همه باوندری کاندیشن رو داره؟ منظور از قابلیت همه باندری کاندیشن ها داره این است که شما موقع استرانفورم تبدیل به ویک فورم میکنید خواهید دید اینجا هم که در مقام تبدیل استرانفورم به ویک فورم شرایط مرزی نوع دو و سه امبدد هستن تو وریشنال فرمولیشن. در نتیجه شما نگران این که تو شیپ فانکشن ببینیشون نیستید، ولی تو استرانفورم حتما باید اگر خواستید یک تابع تقریب انتخاب بکنید برای همه مسئله حتما باید نگران شرایط مرزی هم همگن، هم نوع اول، هم نوع دوم، هم نوع سوم باشید. برای دو سال بعد درسته من مثلا از سی تو ببر مثلا سی فور چه میدونم تابع خطی، تابع تقریبم خطی بگیرم درسته؟ نه خیلی، شما اگر چنانچه معادله درجه دو تو معادله داده شده تون درجه دو باشه میتونید تابع تقریب رو برای فاینانت المنت خطی بگیرید، نه تا برای یه چیز، نه برای روش ریسک رو کل دامنه هست، برای فاینانت المنت خطی میتونید بگیرید.
ولی اگر معادله حاکمتون درجه 4 بود که قسمت عرض مقاچون و معادله حاکمتون درجه 4 بود، اون موقع عملا پرایمریتون دو تاست، سکندریتون هم دو تاست و حتما باید اونجا متوسط به پولنومیال هایی بشید که مثل مثلا پولنومیال لاگر که میتونن هم مقدار تابه و هم مشتق تابه رو باز کنید. حسن هفتم خانم از بخونی. Differential formulation fails as the forcing function becomes erratic. However, with an integral formulation of any flavor, is very suitable for for very erratic forcing function. الان ما الان اینجا forcing function همون چیه؟ دیراک دلتا هست. اول خانم مهندس صادقی یا خانم مهندس غلامی باید برن تو لیترچر بگردن بگه این دیراک دلتا فانکشن میوه چه درختیه که من حالا اینجا عنوان فورسینگ فانکشن نن هوموجینیسته این معادله اگه که بخواد تقسیم بندی بکنی میگه چی؟ یه معادله است. خب اول باید بگه توی پنجمه خودمه اودی، بعد که وارد خانواده اودی شدی باید بگید سکن اوردر لینیر نن هوموجینیس اردین دیفرنشال اکویژن بی کانستنت کوفیشن. بعد هم از نقطه نظر تقسیم بندی باوندری ولی پرابلم اینیشوال ولی پرابلم این تو خانواده باوندری ولی پرابلم بوده. خدا وکیلی این معادله که شما نگاه میکنید اگر بخواید با دید روی کرد استران فرمالش بکنید، خب میگید یاد گرفتم توی درسی به اسم معادلات دیفرانسیل سه واحدی تو دوران لیسانس که اول بیام مسایسه حل بکنم جواب همگیر به دست بیارم، بعد برم ببینم چه به سرم بزنم چه خاکی به سر خودم بکنم ببینم این فورسینگ فانکشن دیراک دلتا فانکشن رو چجوری انتخاب بکنم که پارتیکولر سولوشن منجر به بازتولید این عملا نمونه بارز ایراتیک فورسینگ فانکشن که عملا میبینی فیل میکنه روش استرانفور که مستقیما به خود مسئله با استرانفور پر میکنه. ولی ببینی چی زیبا با استفاده از روش وریشنال قابلیت حل. خب استپ یک یعنی این سطح یک کدوه برمی کاندیشنال دو تا مسئله مختلفه، دو تا مسئله مختلفه. منتها موقعی که بخوام روش ریس با روش منفلمنت مقایسه کنیم میبینیم تو قدم دوم روش ریس باید تکلیف اینها رو رایه سره کنه، ولی تو روش منفلمنت تو یک کارش نداره تو دو کارش نداره چون رو علمانه اینا گلوب هل به امریکان میشنه. سه کارش نداره، چهار کارش نداره، پنج کارش نداره، شیش که میخواد شرایط مرزی اعمال بکنه اینا موضوعیت. ببینید چقدر زیبا اثر شما اگر چنانچه روش ریس انتخاب بکنید هر باری که شرط مرزی رو عوض میشید باید از اسکرچ بکنید، ولی اگر چنانچه این معادله رو بهتون بدن فقط شرط مرزی هفت نو بدن تو قدم ششم باید شروع کنید نگران اعمال شرط مرزی باشید. استپ یک روش ریس. Discretize the computational domain into finite element. موضوعیت نداره. چرا خانم مهندس غلامی؟ چون مشلسه باشه. مشلسه. یعنی احتیاج به تجزیه دامنه محاسباتی نیست. استپ دو. Select approximating function over the entire domain. Generic اگر چنانچه من بخوام بنویسمش
اینجوری میشه n پارامتر approximating function over the entire domain مساوی n0 از فانکشن آف x به اضافه summation i از 1 تا n c i n i از فانکشن آف x. bottleneck روش ریتز bottleneck یعنی چی؟ ایراد. ایراد روش ریتز تو انتخاب این توابشه. من موقعی که خودم درس ریاضیات آلمانی رو با دکتر فرشاد داشتم، آخرین حکمی که صادر کردم برای خودم این بود که شروع کردم یه آرشیو تشکیل دادم. یه آرشیو هم ناقصه، چون نمیتونی که بگی همه شرایط مرزی که دیدی. گفتم خب این یه تیبل یه جدول درست میکنم، میگم اگه شرایط مرزی بودن چه کار چه راهی باشه. حالا ما باید اینجا برای انتخاب توابع شکل، یا میدونید تو مراجع مختلف هم متاسفانه نامهای مختلف به اینا میدن، بعضی از مراجع به اینا میگن بیسیس فانکشن، توابع پایه، بعضی از مراجع به اینا میگن شیپ فانکشن. و متاسفانه یادتون باشه که تو کتاب آقای ردی اینا رو با این نشون نمیده، اینا رو با فی نشون میده یا سای نمیدونم فی من اشکال داشتم رفتم پشیمون شدم جزوه خودمون. خواهش ازتون میکنم بچسبید به یه دونه نوتیشن که حقیقتاً اگر خواستی تمرونم بخونید آنت تو ذهنتون برگرد به نوتیشنش رو به نوتیشن خودتون. تو کتاب آقای هیوبر با این نشون میده، هیوبر هم که خدمتون بدمش 2001، اگر شرط مرزی غیر همگن اسنشال، اولا تو انتخاب این توابع شما نگران شرایط مرزی نوع دوم و سوم نباشید. یعنی چی نباشید؟ یعنی اولایی که نیست، این همش نوع اول. این یکی که شرط مرزی سمت چپش از نوع میکسه نگرانش نباشید. آیا این چی نباشید؟ به خاطر که موقع استران فرم تبدیل به بیک فرم میکنیم اینها هم بده میشن خواهی بید. که چرا این بده میشه در انتخاب توابع پایه یا توابع شکل نگران شرایط مرزی نوع اول باشید. چرا؟ چون موقع میرید تبدیل میکنید اینا میپرن و میدونید هم که چرا میپرن، الان هم میبینید که چرا میپرن. خب اینجا ما باید تکلیف خودمون رو جدا کنیم. همینجا ببین اگر چنانچه شرایط مرزی ما از نوع اول بود، هر دوتاش نوع اوله، هر دوتاش هوموجینیسه، پس بنابراین N0 از فانکشن آف x صفره و این آی خواهش کنم دقت بفرمایید از فانکشن آف اکس رو باید طوری انتخاب بکنیم که بدون توجه به مقدار آی این آی اکس شرایط مرزی همگن نوع اول آنه که خب میدونید این حاصلش میشود اکس به قوه آی در یک منهای اکس. نگاه کنیم NI در سه چقدره؟ باید میشه چه سه سه؟ اسم پدر تو نمیسی اینکه یاد موندم NI سه سفره، NI یک چقدره؟ سفر. خب عملا اینجا این پارامتر اپراکسیمیتینگ فانکشنتون اگر شرط مرزیتون از نوع اول باشه، اول اینجا از اون اینا ها سه
ضد یک باشه میشه سمیشن آی از یک تا چی؟ این سی آی اکس دوباره آی در یک منهای اکس. این میشه اپراکسیمیتینگ فانکشن اور دیترمینانت. چرا ممکن خانم از غلامی سوالی بپرسه بگه میشه یک کمی ارتباطی اینو به این بگی؟ بله نگاه کنید، چون در تبدیل استرانگ فرم به ویک فرم شرایط مرزی نوع اول ناپدید میشن در این تبدیل، ما اینجا میبینیم ایشون موقعی که ما میگیم فی حد این در صفر صفر یعنی داریم شرایط مرزی اسنشال استرانگ، موقعی میگیم فی حد این در یک صفر میبینیم که چه صفره ها؟ چون این آی در صفر و یک صفره. خب این تکلیف ما با ست یک در انتخاب تابع تقریب. بریم سراغ ست دو. در ست دو دیگه این زیرو صفر نیست. چقدره؟ باید به دستش بیاریم. باید این زیروی x رو طوری انتخاب بکنیم که در یک بشه. خب این زیرو در x اگر x بگیریم این میشه گیر داری یا نداری؟ اگر چنانچه به جای x بذاریم میشه n0 در 1 خب n آی x آیا ببینید از این بارایی صحبت نمی کنی. چرا؟ چون تو امبدد شده امبدد میشه. حالا میبینیم چجوری امبدد میشه. این آی اکس بدون توجه به مقدار آی باید طور انتخاب بشه که این آی در یک صفر بشه یاد بدون توجه به مقدار آی که یک باشه یا دو باشه چون آی عددی میشه این آی در یک باید صفر بشه، یعنی قسمت همگن شرایط مرزی نوع اول رو باید قانع کنه. خب این عملا میبینید میشود اکس دوباره آی در یک منهای اکس. در نتیجه اپروکسیمیتینگ فانکشن میشه مساوی با x به اضافه سمیشن آی از یک تا n x رو به آی در یک منهای x. الان نگاه کنید بچه ها، اگر چنانچه به جای x یک بذارید چی تو میشه؟ بذارید به این مقدار نده تا این هرچی میتونه باشه. اگر به جای x یک بذارید این میشه یک، این هم میشه صفر. این سمیشنه صرف نظر مقدار این آن. در نتیجه مثل این که دارید شما شرط مرزی غیر همگن رو اینجا ستیسفای میکنید. چرا؟ چون توی بردشنال فرمولیشن به نمیشه. نه یونیک نیست. آفر متاسفانه یونیک نیست. در همینجاست که یونیک نیست. برای استاد N0 رو مثلا تا به یک نمیتونستیم بگیریم. چرا؟ میتونستید N0 یک هم بگیرید.
بله انزیرو یک دیگه میتونستید بگیرید. در پاسخ به این سوال، حالا انزیرو یک بگیریم یا انزیرو رو اکس بگیریم عمل کرده بهتری داره؟ به شرط که البته جواب نادفال داشته باشید، من بتونیم مقایسه کنم. من نمیدونم جواب نادفالی چیه اصلا. میگیرید بله چی داریم صحبت میکنیم؟ بله، اگر چون شما جواب نادفال داشتیم میتونستیم کوالیفای کنیم ببینیم کدوم یک از اینها. خب آقای مهندس خانم، مهندس فاضل میگه آقای آقای من علاقه من اصلا برم دنبال نگردم ببینم جواب نادفال داره یا نداره، که برگردم این دو تا گزینه رو با هم مقایسه کنم ببینم کدومش بهتره. متوجه هستی چجوری آدم لذت میبره از تحقیق؟ نه ترس از این سوال بکنه، اصلا نه ترس. سوال بپرسه و بعدم نهایتا میره از استادش میپرسه، استادش هم اگه بلد بود جوابشونه، بلد نبودم پیش خودش میگه نگاه کن سوالی که من بلد نیستم استاد من بلد نیست. فرق بین کلاس و کجا؟ دقیقا نکته ایک سر بخونم من صادقه اشتاد کردم موضوعیت داره. یونیک نیست انتخاب اینا. یه مثال ساده ای زدن گفتن آقا بدونی چه نگیسی انزیرو ایکس مثلا یک نگرفتی، بله یکی هم نمیسی. حتی من جلو رفتم اینها رو چکم کردم که حتی اگر چنانچه من بگم یه مقداری میخوام لجبازی کنم به تعبیری، یا لجبازی علمی منظورم نه لجبازی اجتماعی، لجبازی علمی کنم برم بگم من نه تنها میخوام شرط مرزی هندسی غیر همگن رو احضا کنم، بلکه میخوام انزیرو رو طوری انتخاب بکنم که شرط مرزی میکس رو هم احضا کنم. همینجا من یه نکته بگم خدمتون، فرض کنید من میخوام انزیرو رو طوری انتخاب بکنم که هم پایینی هم بالایی رو احضا کنم، میام میگم خیلی خوب، میام انزیروی اکس رو میگیرمش AX به اضافه B، دو تا مجهول دارم یکی A یکی B، با این دو تا شرط که بهم داده شده، یعنی شرط هاش چی هستن؟ یکی N پرایم زیروی X در صفر به اضافه N زیروی در صفر باید یک باشه، یکی هم N0 در یک باید یک باشه. دو تا شرط دو تا مشروط. الان خانم مهندس متوجه شد که من چقدر گزینه میتونم داشته باشم برای انتخاب N0. خیلی خوب جایگزین کنیم N prime چی هست بچه ها؟ N prime صفر در X A هست، درسته؟ پس بنابراین این میشود A، چون به X هم رسیدگی نداره بهش میده به اضافه N zero صفر، یعنی باید به جای X بزنی صفر میشه B، این مساوی یک. بعد N zero در یک هم مساوی با یکه، یعنی عملا به نظر میاد که هر دوتاش یه معادله میشه، A به اضافه B مساوی با یک، چون اینجا باز باید به جای X بزنیم. خب عملا میبینیم یه معادله هست دو تا مشهور بین های جواب داریم. یه گزینه این هست که B رو صفر بگیریم A میشه یک، هر چیزی که گرفتیم. حالا خوشبختانه میبینید این X رو مساوی X این هایی را داره ارضا میکنه. چک بکنید لطفا مشتق بگیرید میشه یک. خب یعنی میشه باید بذاریم یک، بعد انزیرو صفر هم میشه صفر، صفر به اضافه یک میشه، یعنی این همین انتخابی که کردیم داره هم شرایط مرزی میکس رو آنر میکنه هم شرط، در حالی که اگر یک شما گرفته بودیم ارضا نمیکرد میکسر. گرفتید مطلب رو؟
اگر چنان چه x روز یک به جای x یک میذاشتیم عملا اینجا میشه صفر. ولی اون یکی میشه یک، باز هم داره ارزام میکنه، این میشه صفر ولی اون میشه یک. کنجکاو میشید بگید برم ببینم کدومش جواب بهتر میشه که مستلزمی که جواب نانتیکال داشته باشی. خب استپ سه، خواهش میکنم استپ سه به دو تا مطلب عنایت داشته باشی: How to handle boundary condition، How to handle erratic forcing function. به دو تا سوال میخوام توی استپ 3 پاسخ بدم. سوال یک: How to manage complicated boundary condition. How to manage erratic forcing function. استپ 3 چی بود خانم از خودم؟ Convert strong form یا differential formulation into variational formulation over چی؟ entire domain. باید بیان ابتدا به ساکن ای دوی فی به بی ایچ دو به اضافه فی ایچ فورسینگ فانکشن بیاریم این طرف، این رو در یک تابع وزن چیکار کنیم؟ ضرب. این اولی قدم. بعد شروع کنیم رو کل دامنه مازمادی چیکار کنیم؟ اینتگرال بگیریم. بعد مساوی چی برام بدیم؟ این قدم اول. این جمله که در این جمله ضرب میشه این مشتقش دو، این مشتق اصلا نداره. میتونیم شروع کنیم مشتق رو توضیح کنیم ببینیم با چی چی؟ با اینتگریشن بر باید میشود منهای W از فانکشن آف X بی افی به بی X محاسبه شده در صفر تا یک به اضافه اینتگرال از صفر تا یک بی دبلیو به بی اکس بی فی به بی اکس بی اکس. این دو جمله به جای چیه بچه ها؟ به جای جمله اولی دیگه. من جزئیاتش نداشتم اما شاید دیگه انقدر اینتگریشن بای پارت انجام دادید که ملکه زنده باید. تو سوال از اتنا منفی داشتن؟ بله. نه جمعه دوم منهای اینتگرال باز کرد. خب بعد از که اینتگریشن بر کار انجام دادیم باید بیایم خواهش میکنم دقت کنید که این اینتگرال ها همه شون کد دامنه ماسباتیه چون روش ریدسه.
نه روش منطقه‌بندی. باید بیان شروع بکنیم شرایط مرزی رو اعمال کنیم. پس میبینیم عملا اینجا مهم هست که نوع باشه، ست یک باشه یا ست دو باشه. لطفا نگاه کنیم، میگیم این WNFC که ما اینجا انتخاب کردیم در واقع وریشن فیه. خب اگر چنانچه WNFC وریشن فیه اینجا اسپسیفای شده در ست رو یک، این چطور میشه؟ میپره. پس اینجا بنویسیم ست یک. سرنوشت این روش ریز از قدم دو جدا شد، هم طوری داره تو سرعی ها دیوار کج میره. کج رفتنش به خاطر چی؟ به خاطر اینکه شما باید با شرایط مرزی خودش کار را جلو ببرید، نه مثل نظر من تو قدم شیش خود چونشون میده. حالا میبینید ست یک جمله اول میپره. چرا میپره؟ چون در وریشن فی در صفر صفره، وریشن فی در یکم صفر. خب جملات بعدی را اگر چنانچه عنایتی داشته باشید باید بنویسیم اینتگرال از صفر تا یک دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس دی اکس به اضافه صفر تا یک دبلیو اکس فی اکس دی اکس. حالا ببینید این چه اتفاق سریعی میافته. من تو درس حساب تغییرات یه اشاره به خواص دیراک دلتا پروپرتی میکنم، من تا عملا این اکتفا میکنم اینجا فقط به این جمله که این ویژگی دیراک دلتا پروپرتی این است که اگر چنانچه دبلیو اکس در این دی اکس از صفر تا یک که یک هم جز دامنه مواصفاتی، یک دوم هم جز دامنه مواصفاتی هست، ببینید چه زیبا عمل میکنه روش تغییراتی. این اینتگرال رو تبدیل میکنه به دبلیو در یک دوم. این فرمولش اینطوری هست، میشه منهای دبلیو در یک دوم. خانم صادق میگه این از کجا به دست آوردید؟ میگم این خاصیت دیراک دلتا پروپرتی هست که اگر چنانچه به طور کلی بنویسمش اینجا، اینتگرال از A تا B f x دلتای x منهای A، این A کوچیکی اون A بزرگ اتفاق نشه، این هستش f فرمول. ببینید چقدر قشنگ تعریف این ایرادیک فورسینگ فانکشن رو روشن کرد. خب شرط مرزی رو اعمال کردیم، مدیریت کردیم فورسینگ فانکشن رو، مرحله بعد باید بیام شروع کنیم کا و جه رو چکار کنیم؟ تشکیل. کا جملاتی هستند که هم دبلیو توشون به کار رفته هم فی. جی جملاتی هستند که فقط توشون دبلیو به کار رفته. از کا دبلیو اکس فی اکس هر دوتاش میشه نه؟ حدودم پی یکیه، پس میتونیم بنویسیمش دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس به اضافه دبلیو اکس فی اکس دی اکس. این میشه کایه بای فانکشنال. جیمون میشه چی؟
چون معمولاً بیکام و سایباتیه، یعنی اونا در باید اونه که فقط در ویدیو خواهد دارن به باید بیشون بر یعنی اگر باید منفی و مثبت بشه. حالا باید دو تا شرط در مورد کار، یه شرط هم در مورد جد اعمال کنیم. اگر دو تا شرط کار و شرط جد موضوعیت داشت، کار تبدیل به بی، جد تبدیل به ال کنیم. آیا کار سیمتریکه؟ بله. جایی در ویدیو فی رو عوض بکنیم مسئله دوجو آیا کار لینیه؟ بله. اگه به جای دبلیو بذاری آلفا یو اضافه به تابی، اون بعدم میتونی ثابت بکنید که میشه آلفا ال یو اضافه به تا ال بی. و همینطور در مورد فی. پس بنابراین کار هم سیمتریکه هم لینیه. میتونید تبدیلش به بی کنید. یه هم لینیه. یه تابع هست. دبلیو یه دوم میتونیم بنویسیم میشه اگر بجوی دبلیو یه آلفا یا بزار تابی از بطه خوب میدونیم تابی وزن باعتون اتخاب بکنیم که این پیچگیر کشته باشه یعنی لینیر باشه. خیلی خوب، پس نوبنده اینجا میشه بی از فانکشن آف دبلیوی اکس و فی اکس مساویه با L W X. حالا روشی که آقای بدی معرفی میکنه که ما هم به صورت مصداقی میتونیم ثابتش بکنیم این است که اگر چنانچه تونستی که رو به بی جه رو به هل تبدیل بکنید اصلی میتونید یک کنشمند استخراج کنید که این کنشمندتون این هست I از فانکشن آف بی ایس مساویه با یک دوم بی که به جای دبلیو فی بذارید منهای ال فی ایس. این نحوه ساختن پونشمن از توی شکم استرانفورد که همبرن آیمون میشه مساویه با فی ایس یک دوم اینتگرال از صفر تا یک دی فی به دی اکس به توان دو به اضافه فی به توان دو یه اکس یه اکس این تکه مربوط به یک دوم بی در فلان میشه منهای فی در یک دوم. این نکته که ذهن من رو خودش مشغول کرده از هر باری که به اینجا میرسم تو ترم‌های مختلف مطرحش میکنم و دوست دارم شما هم کمی روش فکر کنید به موازات من ببینید راه حلی براش دارید یا ندارید. همیشه من میگم موقع به اینجا میرسیم اگر بریم از قول لاگراژ استفاده کنیم باید بتونیم این تبدیل به چی کنیم؟ استرانفورم. باید بتونیم تبدیل به استرانفورم کنیم. آیا اگر چنانچه من از این وریشن بگیرم بدون دانشی که فورسینگ فانکشن من دیراک دلتا فانکشنه میتونم میرم روی این تبدیلش به دیراک دلتا کنم؟ یعنی عملا اینجا یه استثناء به وجود میاد، یعنی توضیحات استرانفورم مهمه برای که چی رو بتونی تبدیلش به استرانفورم بکنید. اگر ندونید بخواید این رو تبدیل بکنید مجبورید این رو عنوان شرط مرزی چی بهش نگاه کنید؟ شرط مرزیه یا از جنس نویمن؟ تازه از جنس نویمن هم نمیشه. چرا؟ چون شما شرط مرزی این از صفر و یکه تو صفر و یکه اینو چی کارش کنید؟ میدونید نمیده چی دارم صحبت میکنم؟
سرنخ نداریم اینجا اینجور که بیان بدن سرنخ باید از قبل بدانید که فورسینگ فانکشن شما دیرکتال فانکشنه که بعد بتونید با این یک مواجهه از این سری فرمول داشته باشید. کنجکاوی خودتون احضا کنید ببینید، چون میدونید خیلی وقتا آدم حرف که میزنه به اون چیزی که عمل میکنه دوتا میشه، حرف که میزنه شعار داره میده، ولی موقع عمل میکنه میبینید تو عمل خیلی مشکلات پیش میاد که تو حرف نبود. برید شروع کنید این تبدیل به بکفور بکنید ببینید این تکلیفش روشن میشه با آقایی که میدونید دیراگ انتاپل فورسینگ فانکشن شما هست. این همینجور تکلیف ما تمام شد، استراتفور تبدیل به برای استراتفورنشن شد. بریم سراغ ست دو، این ست یک بود، بریم سراغ ست دو. ببینیم ست دو با توجه به شرایط مرزی بود که یکیش نوع اول غیر همگنه، یکیش نوع سوم غیر همگنه. خب تا اینجا مثل همه نه؟ تا اینجا که ما میخواییم شروع کنیم اینتگریشن بای پارت انجام بدیم، ست یک و دو مثل همه، پس من اینجا میرسم ست دو. خب اینو من باید باز کنم بنویسم منهای W در یک یه پی به دیه ایس در ایس مستایی با یک دارم باز کنم این رو به اضافه W در صفر یه پی به دیه ایس در صفر. این نحوه باز کردن کنون جمعه است؟ این چون منفی هم بود حواست باشه که این منفی چون من حالی منفی هم خودش اینو اینو این حالا من اگر چونچه بخوام بنویسمش باید بنویسمش به اضافه یه اینتگرال از صفر تا یک به اضافه W فی X ببندم این رو، این رو همونجا باز کنم اونجا هم بینیستم دیه X. این دوتا جمله رو به هم نوشتمش، این هم که میشود منهای W در یک دو. این جمله رو چه بده؟ دولیوی که ترش صفر اول صفر موقعی که زبلیو ولی فی هست و مقدار فی در یک اسپسیفای شده یعنی ولی اشینه شده صفر. میدونید یعنی دارید متوجه میشه که موقع میگیم شرط مرزی چه همگین باشه چه غیر همگین باشه، ولی موقع اول باشه ناپدید میشه ولیش اینه. اگر بخوایم برگردیم به حساب تغییرات یه جور دیگری تفسیر بکنیم این ناپدید شدن رو، خانم مهندس دوربین رو این محور X این محور فی این نقطه A این نقطه B که حالا نقطه A و B X و Y فی یه نقطه B هم چی؟ X دو فی دو. توی اولی شرط مرزی اولی با تفسیر حساب تغییرات میگیم اگر چنانچه تابع مانا کننده ما این باشه، تابع رقیب ما در نقاط A و B چیه؟ یعنی اگر چنانچه من روی رنگ آبی بخوام اون رو نشون بدم اینجوریه، این مانا کننده است، این یکی رقیب یادتونی یا نه؟ خانم من صادقه میگه نه من درصد نکردم دمش یادم نیست.
قرمز مانع کننده آبی رقیب. تو شرط مرزی نوع اول هم تابع مانع کننده هم تابع رقیب در نقاط A و B مشترکن. حالا این که همگنی یا غیر همگنی مهم نیست. برای دومی، شرط مرزی دومی، اگر این محور X باشه، این محور Y باشه یا فی باشه، این هم نقاط A و B باشن، باز دوباره اگر چنانچه تابع مانع کننده ما این باشه، جنس شرایط مرزی به گونه ایست که، خواهش کنم دقت کنید، جنس شرایط مرزی به گونه ایست که در نقطه صفر x مساوی صفر که عملا ایر میانومه ولی وای با چون مقدار فی اسپسیفای نشده، پس بنابراین تابع رقیب و تابع مانع کننده در نقطه مشترک نیستن. مثلا اگر چنانچه این خط در نظر این ممکن از اینجا شروع بشه، ولی نقطه B مشترک، در نقطه B مشترک هم در نقطه A وریشن داره. در هر نقطه که در نظر بگیری در X مختلف از اینجا تا اینجا میشه وریشن F، اینجا از اینجا تا اینجا میشود وریشن F در صفر که صفر نیست. چرا صفر نیست؟ چون شرط مرزی منطقه نیست. اگر اسنشال نویمن هم بود بازم این موضوعیت داشت، ولی نو سه اگر نو دو هم بود باز وریشن فی در صفر صفر نم. این دو تا تفسیر رو هم بذارید کنارش بکنم یه مقدار کار مسئولا بهتر میشه. بچه هایی که اصلاح تغییران نداشتن حتما باید این اپریشیت بکنم. خب، حالا ما میخواییم شروع بکنیم اینجا تکلیف خودمون رو به این جمله روشن کنیم. بچه ها دی فی به دی اکس در اکس مساوی صفر مگر همین جمله نیست که فی پرایم در صفر؟ آیا ما میتونیم به که فی پرایم در صفر بزنیم یک منوی فی؟ یک منوی فی در صفر؟ پس اونا بعدی دبلیو در صفر یک منهای فی در صفر به اضافه یه بقیهش. حالا این هم میشود دبلیو در صفر منهای دبلیو در صفر فی در صفر به اضافه بقیهش. این عملا قدم دوم تبدیل استرانتون به بیت فورم. از این به بعد باید ما شروع بکنیم جملاتی که هم دبلیو دارن هم فی دارن ببریمش تو کا، جملاتی که فقط دبلیو دارن ببریمش تو چی؟ چه ببینیم چی جوری میشه کا بله بله در نقطه x مساوی با 3 به جای فی پرایم در 3 گذاشتیم یک منهای فی زد چون میدونیم جمعشون یک. خب k w و فی خیلی وقتا دانشجو فکر میکنن فقط جملات اینتگرالی هست که باید جزء کا بیاد. حواستون باشه تو تکلیف نمیدونم 2 یا 3 هست یه جایی اتفاق میفته چون شرط مرزون از اون میزه. بچه ها این جمله ای که اینجا هست باید جزء کا بیاد. چرا؟ چون هم دبلیو دارم هم فی دارم. پس اونا بعد این میشه مساوی از 0 تا 1 دی دبلیو به دی اکس دی فی به دی اکس به اضافه دبلیوی اکس فی اکس دی اکس. عملا من این جمله رو دیدم
این جمله که نیست. چرا نیست؟ تو دبلیو دارم. خیلی دبلیو خواهی. این جمله هم که نیست. چرا نیست؟ چون دبلیو خالی داره. ولی جمله هست. چرا؟ چون هم دبلیو داره، هم فی داره. میشه منهای دبلیو در سر، فی در سر. جی کیه؟ باید ببینیم اون بر حواستون باشه دبلیو در یک دوم منهای دبلیو در صفر منهای دبلیو در صفر دو تا شرط که خانم از صادقی یه شرط میگه چه شرط که رو کاوال یاد کنیم این هست که هم باید سیمتریک باشه هم باید لینیر باشه سیمتریک هست هر جای فی رو تبدیل دبلیو بکنی فرقی نمیکنه لینیر هم هست جی هم لینیر هم هست پس بنابراین میتونیم که تبدیل به بی جی هم تبدیل به ال کنیم و بعد من نتیجه رو اینجا به یک رنگ متفاوت مینویسم پس بنابراین آی as a function of phi x مساوی از با یک دوم اینتگرال صفر تا یک پرانتز دی دبلیو به یک به دی ایکس به توان دو به اضافه فی به توان دو دی ایکس منهای یک دوم فی به توان دو در صفر تو اینجا معلوم به چی بود؟ بی بود یک دوم یعنی این جمعه ال ال خودش چیه؟ ال اینه دیگه نه؟ منطقه منهای اله میشود منهای فی در یک دوم به اضافه فی در یک من دور دو تا نتیجه نهایی خط میکشم این برای ست یک این هم برای ست دو قدم سه convert differential formulation into چی؟ differential formulation که نتیجهش برای ست یک شد این برای ست دو هم شد این ابتدای که شرط هموجنیتی n0 رو فرمایش دادیم که میشه 0 روی ni شرط گفتید گفتیم ni باید بخش همگن شرط مرزی نوع اول بیاد برای ست یک هم همینطور بله فرق میکنه
انعای باید بخش همگین، حالا چون خودش همگینه دیگه ایچی، ولی پریست دو که شرط مرزی سمت راست خودش غیر همگین، باید بخش همگینش رو ارضا کنه. که میبینید این یکی منهای اکسه، برای که قسمت همگینی به جوی اکس میذاری یک میشه صفر نیست. بازم اینجا هم منطقش رو بدونید چیه. من نمیشتم که رو نمیشتم ایش اینجا هم نگاه کنید، اگر چنانچه به جای اکس رو بذاری یک اینجا چقدر میشه حاصلش؟ فی حد یعنی یک میشه یک. بسنم میشه حتی مرزیه میکس کار نداری. چرا کار نداری؟ چون اینجا توی این بنزه امبده چده. اینجا هم باز یادآوری میکنم که این جون دو تو جمله این بذارید دو علامت چیز تحکیل کنم، این جمله و این جمله. این ناشی از شرط مرزی چیه؟ میکسه سالسه تکیه بتونه بگیم این وسطی باید هیستوری رو بدونید. این وسطی باید هیستوری رو بدونید، اگر ندونید نمیتونید جلو ببریدش. چون اصلا باندری کاندیشن ها هم که باز میکنی اینتگریشن برای باید هم انجام بدی همشی ظاهر نمیشه. اونا همش تو صفر یک هم در یک دوم که نیستن. حتما باید اطلاع بدونید که این از کجا تولید شده. فی در یک دوم استپ چهار کامپیوت element properties اپلیکبل نیست. چرا؟ المان نداری؟ not applicable. چون المان نداریم که با اون خواست رو درست بیاریم. استپ پنج کامپیوت سیستم پروپرتیز. خب برای به دست آوردن سیستم پروپرتیز من خصوصا یه تکل پاک نکردم که اینجا بتونم استفاده کنم. ما باید یه دفعه از بول حریم تو دیگه نیفتیم بگیم اینجا که رفتیم اینو به دست بودیم دوباره بویل لابرانج بریم تبدیلش به اسمان پرون کنیم. نه باید بیم به جایی فیه چی بزنیم؟ به جایی فیه چی بزنیم؟ پس بنابراین اینجا هم باز داره که نیف ست یک و دو از هم جدا میشن. باید یه بار برای ست یک دنبال کنیم خواص سیستم رو، یه بار هم برای ست دو. حالا خواهش میکنم موقع به فاینت المنت مراجعه میکنیم ببینید این سرگردانی هایی که اینجا داریم اون که چی تو میشه که میبینید استپ دو هستیم باید جدا کار کنیم، استپ سه هستیم باید جدا کار کنیم، استپ چهار که موضوعیت نداره، استپ پنج هستیم دوباره باید جدا کار بکنیم خواص سیستم رو بدست بیاریم. اینجور بگیم برای زدیه آی از فانکشن. خب ببینیم یه لحظه دورش دایره کشیدن برای زدیه باید به جوی یه چی بذاریم؟ اینو بذاریم اینو بذاریم. اگر رفتیم اینو گذاشتیم اینجا این تکرار گرفتیم اکساش دو میشه؟ میتره چون این تکراره دیگه. چی میمونه؟ سی اکس ای دو سی سه بود. پس نهاره اینجا قایمون میشه فانکشن از این تابع معمولی. مساویه با یک دوم اینتگرال از زد تا یک عرضم حضورتون ایه فی حد این به ایه اکس به توان دو به اضافه
پی هت ان اکس به توان دو کجا دارم میزنم؟ توی ببندمش یه اکس منهای فی هت ن در چی؟ یک دو کو آی یه نمیتونم اینجوری هم بنویسم نکنم سالقی مفهومش چیه؟ طلاعات بردار یعنی این تو معلقه ده آیه تابعه از یک بردار مصاب یک دوم اینتگرال از صفر تا یک اینجا باید بذاریم یه مقدار این نوتیشن ها رو حساب شده میذارم که دوستان یک مقدار هم توی نظام حساس باشن اینجا باید بذارم همین چیز که اینجا دارم بذارم سمیشن آی از یک تا این سی آی این پرایم آی چرا اینرای نه آی؟ تو مشتق باید بگیم حالا چون مشتق اول در دوم دوم در اول در من دلان ام گذاشتم این پرایم آی گذاشتم این پرایم آی در اکس به توان دو به اضافه سمیشن آی از یک تا این سی آی این های در اکس به توان دو اینجا کروشه چی شد؟ باز شد اینجا باید چطور بشه؟ بسته بشه بی اکس این یکی هم که میشود منهای سمیشن آی از یک تا تی این سی آی هر جای ایکس داری بذاشته زن چقدر؟ یک دوم اینه دیگه می شود یک دوم به قوه آی در یک منها یک دوم یه مسئله تو دامنه حساب تغییرات نیست بس به بلند بنویسیمش آن رو بخواه آقا من چجور بسه به بلند بنویسمش حیلتش میکنم این یه مسئله دامنه حساب تغییرات نیست یه مسئله دامنه حساب دیفرانسیله آی رو سی رو من چجور انتخاب بکنم که این کمی نمیشه باید مشتق بکنم از این مشتق آی نسبت به سی آی مساوی با صفر به ازای آی مساوی با یک دو تا چقدر؟ خب من اینجا رو بسن کار ندارم که دامن همون صفت تا یکی دونم چی؟ کار ندارم که دامن همون صفت تا یکی کار ندارم این دوم اون اصلا عنوان چی ظاهر میشه مشتق آی نسبت به سی آی میشه مثال اینو تو ذهنمون باز میکنیم دو میان جلو با یک دو میشه یک مشتق به این سمیشن نسبت به سی آی میشه این پرایم آی در یکی کمتر که برای که اون با این اشتباه نشه ایندکس رو تبدیل میکنیم به یک پس اونو برای میشه اینتگرال از صفر تا آی
in prime and j as a function of x. یکی کم بعد این دو میاد جلو و یک دومه زده میشه و مشتق به این نسبت به این میشود به اضافه n i در یکی کمتر. این یکی کمتر هم یعنی در واقع میشه summation j از یک تا n c j n j از a function of x. اینجا کروشه رو باز کردم، اینجا کروشه رو چکار میکنم؟ میبندم. خواهش میکنم نگاه جمله بعدی رو کنید این نسبت به کسی مشتق بگیریم چطور میشه؟ لطف بفرمایید نگاه کنید. میخوام از یه عبارت نسبت به سی آی مشتق بگیریم. اول بازش کنید تو ذهنتون، سی یک ضرب در اون، سی دو ضرب در اون، سی سه ضرب در اون، جمله سی ان ضریبش چیه؟ میشه دوم به توان آی به اضافه یک. منهای یک دوم به توان آی به اضافه یک مساوی با صفر. خواهش من دقت بکنید تکلیف جی کجا مشخص شده؟ تو خود معادله. ولی آی تو خود معادله مشخص نشده، تکلیف آی رو این مشخص میکنه. آی رو بیرون باید مشخص کنیم، بگیم به اضافه آی مساوی با یک دو تا ن. خب عملا ببینید ما این رابطه رو میتونیم اینجوری بنویسیم، میتونیم بنویسیمش سیستم استیفنس ماتریکس ضرب در سی به عنوان بردار مساوی با چی بچه ها؟ بی. حالا جمله عمومی که و جمله عمومی بی رو باید چکار کنیم؟ مشخص. جمله عمومی کیکی که آی جی باشه میشود صفر تا یک ان پرایم های اکس ان پرایم جی اکس به اضافه ان آی ان جی اینتگرالش. سی هم که بیرون نمیده. پس اونو بعدیم جمله عمومی سیستم استیفنس ماتریکس میشه مساوی اینتگرال از صفر تا یک n prime i as a function of x n prime j as a function of x به خاطر این سی جه هاشو داشته باشید به اضافه n i as a function of x n j as a function of x dx. این میشه جمله عمومیه سیستم استیفنس ماتریکس. بی آی چیه؟ بی آی هم هستش این که رفته باشه اون طرف می شود یک دومه به توان من فعلا کجا هستم بچه ها؟ تو ست یک هم ها. خب اگر چنانچه خواستیم شروع بکنیم بگیم استپ پنج چی بود؟ کامپیوت سیستم پروپرتیز. باید شروع بکنیم بگیم ما میخوام چند تا جمله نگه داریم، مثلا میخوام این پارامتر اپروکسیمیت این فانکشن ورد انتر دومین چند جمله ای باشه و بعد اینجا بیارم تکلیف خود روشن کنم. من برای یک جمله ای حل میکنم اونتا نه الان که بعد برای ست دو هم تکلیف روشن کردم بعد موازاتش اینا همه رو بدم. یعنی قدم الان اینجا باید من بگم کامپیوت المنت پروپرتیز، اینجا باید روشن بکنم که من میخوام چند جمله از این اپراتمنت فانکشن رو کیپ کنم. آیا میخوام n1 باشه؟ میخوام n2 باشه؟ میخوام n3 باشه؟ الی آخر. اگر n1 باشه، اگر n1 باشه عملا معادله من میشه این میشود k1 ضرب در c1 مساوی با b1. این میشه معادله من. بعد باید برم شروع بکنم که یکی رو بی یک رو حساب کنم. بی یک تکلیفش روشنه، به جای آی باید بذارم یک، میشه یک دوم به توان دو. و اما که یکی اینجا میشود مساویه با
اینتگرال از 0 تا 1 ان پرایم 1 از فانکشن آف x به توان 2 به اضافه n 1 بازم چی؟ به توان 2 dx. خب بچه ها n 1 چی هست؟ هستش x در یک منهای x نه؟ یکه دیگه. پس بنابراین هستش x منهای x دو. n پرایم یک x چیه؟ یک منهای دو x. بریم جاش بذاریم. که یک یک میبینید من غلامی؟ دنبال میکنیم؟ اینتگراله از 0 تا 1 این به توان 2 میشه یک منهای 2 به توان 2 میشود 1 به اضافه 4 x 2 منهای 4 x این به توان 2 این 1 x به توان 2 خودش به اضافه x 2 به اضافه x 4 منهای دو تا اکس اینم این به توان دو دی اکس همزمان میتونیم هم اینتگرال بگیریم هم ساده کنیم البته اینجا این چهار اکس دو اکس دو میشه چی؟ میشه پنج اکس دو که بعد چیز بکنیم میگیم یک میشه چی؟ اکس قبول؟ 4 x 2 x 2 میشه چی؟ میشود 5 x 2 که این هم میشود 5 سوم چی؟ x منهای 4 x میشه چی بچه ها؟ 2 x 2 x 4 میشه چی؟ من ساده داریم چکار کنیم؟ اینتگرال منهای یک دوم چقدر؟ یک چقدر ما واسه میشه در چند تا چند؟ از سه یک با من یک یعنی سی؟ که یک یک میشه مصابه صفر که بذاریم همه صفر میشن یک که بذاریم میشه یک به اضافه پنج سوم منهای دو به اضافه یک پنجم منهای یک دوم مخرج مشترک چند میگیریم؟ سی سی بخش بر یک میشه سی سی بخش بر سه میشه ده پنجاه سی بخش بر یک سی منهای شست سی بخش بر پنج شیش سی بخش بر دو پونزده خب سی تا پنجاه تا هشتا منهای شست بیست بیست و شیش منهای پونزه میشه یازده یازده سیم که یکی یک میشه یازده سیم بی یک چقدره؟ یک دوم به توان دو یک چهار حالا استپ بعدی که استپ 6 باشه باید بریم شرط معزی رو اعمال کنیم نه؟ من حداقل این یکی رو تا آخر ببرم
برای ست دو میمونه برای جلسه روز سه شنبه دو. استپ پنج بری فیک خانم خانم ساده دو ایناش کامپیوت سیستم پروپرتیز برای یک تابع تقریب یک پارامتری. استپ شیش، استپ شیش باید بریم شرایط مرزی رو اعمال بکنیم. ولی ما شرایط مرزی رو تو انتخاب توابع شکل قدم دو چکار کردیم؟ اعمال کردیم، میگیم نان تبدیگه. استپ هفت، استپ هفت باید بیاییم حل کنیم این معادله رو. کدوم معادله رو؟ این معادله رو میگیم هستش 11 سیوم ضرب 31 مساوی چقدر؟ 31 میشه چقدر؟ میشود 30 بخش بر 44 میشه 15 بخش بر چقدر؟ 22. یعنی تابع تقریب یک پارامتری ما می شود مساوی با 15/22 x در چی بچه ها؟ استپ 7. استپ 8، conduct convergence analysis and compute error bound. ما باید بیاییم به جایی که یه مدل یه پارامتری بگیریم دو پارامتری بگیریم، شروع کنیم C1 و C2 رو به دست بیاریم. اگر چنانچه اسکیممون درست باشه، خطا نداشته باشه، از بی increase the number of parameters C1, C2, C3 and فلان، our semi-analytical solution should approach analytical solution. حالا ما analytical solution که نداریم، خانم من صادقی معمول شدن برای بدونن analytical solution داری یا نداری، چجوری میتونیم تشخیص بدیم که کارم درسته؟ بچه هم موقع که تعداد پارامتر را زیاد میکنیم، اگر اسکیمتون درست باشه، اشتباه عددی نداشته باشی، با افزایش تعداد پارامترها از C1 به C2، از C2 به C3، از C3 به C4 باید جواب ها کانورج کنه به سمت یه جواب. شاید همین روش به ما بگه که analytical solution عددی چیزی بودی به دست میدن، چه بس ها موقعی که این جواب های F1 و F2 و F3 رو رو هم overlay بکنی، میبینه از یه جایی به همین متوابه رو هم شده میشن منطبق میشن، اون همون جواب analytical که این میده که ما نداریم بشن. در حال خود من هم کنچکا هم به این جواب دارم کارش C2 یا CN. حالا وقتی که پارامتر ها زیاد میکنیم قرار نیست باهم یکی میشه، اون جواب آخری under no condition سیا فرق میکنه. شما الان اینجا معادلتون یه مشهوریه، بعد که میکنیدش دو معادل و دو مشهور میشه K1 C1 به اضافه K1 2 C2 مساوی B1، بعد میشه K2 1 C1 به اضافه K2 2 C2 مساوی B2. دو مادر رو دو مشهور هم دیگه باید کامل شدیم. درسته؟ باید همه این مجموع تسپی ها رو هم بیفتن. خب قدم در آخر استپ 9، دو ادیشنال کامپیوتیشن ایف ریکوائرد. دو ادیشنال کامپیوتیشن ایف ریکوائرد. خب انواع و اقسام لیفی باید یه تعبیر فیزیکی برش مرتب بکنیم و بعد شروع بکنیم. من علاقمند هستم یه مسئله اینجوری تو ذهنتون تولید بکنم، بگم یه بیمان لستی فاوندیشنی داریم که بعد در مثلا وسط تیر، لطفاً دقت بکنیم، در وسط تیر دلتا در اکسون های دوم یک به اصطلاح پوینت لود وارد میشه، مقدارش هم یکه. شما تو درس مواد مساله یه بخشی هست که استارش میکنن معمولا،
میگن این قسمت در آپشناله، اگر خواستید کاورش کنید استادان، نخواستید نکنید. کتاب و گفت رو نگاه کنید، سینگولر فانکشن که عملا شما در نقطه اتصال یک دوم یه پوینت لود داشته باشید و این پوینت لود رو بخواد با استفاده از سینگولر فانکشن هم کنید. بازم هم یه مطالعه مستقلیه که از سینگولر فانکشن چجوری میتونیم برای بیان پوینت لود استفاده کنیم. این فقط مختص شما نیست، داری مخاطب من همه افرادی هستن که این کورس رو دارن، یه در آینده که ما ممکنه نباشیم این سوال براشون مطرح میشه و انشاءالله روش کار میکنن. از حوصله و طمأنینه همگی سپاسگزاریم. تا سباهی دیگر همگی رو به خدا میسپاریم.